باشید. به نام خدا عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز، امیدوار هستم خوب و صحتمند باشین. در یکی دیگر از برنامه‌های با اون باشید خدمت شما عزیزان قرار داریم و خداوند را شاکر و سپاسگزار هستیم که یک بار دیگر این سعادت و توفیق نصیب ما شد تا در قسمت کمک رسانی برنامه‌های خیریه در خدمت هموطنان عزیز خود قرار داشته باشیم. امروز قرار است برای تعداد 600 خانواده در زون‌های مختلف شهر کابل مواد سوختی توزیع بشه، در منطقه غرب کابل، در منطقه جنوب کابل و در زون سمت دیگر شهر کابل هم در سه منطقه پلان بری هست که به تعداد 600 خانواده مواد سوختی توزیع بشه. امروز آمدیم به یکی از سایت های توزیع مواد سوختی و گزارش رو میخواییم براتون تنظیم بکنیم به اینکه چه تعداد خانواده در هر سایت قرار است بایشان چه مقدار مواد سوختی توزیع شود. میریم با مسئولین صحبت میکنیم و اینکه این کمک ها چگونه ترتیب و تنظیم شده و از طریق مؤسسه همدلی کشور چین و به همکاری مؤسسه راه ابریشم و تلویزیون تمدن که سال گذشته هم اگر بیاد داشته باشین این مؤسسه دست به دست هم دادن و در خدمت مردم بودن در قسمت کمک رسانی و در واقع کمک های زیادی را ما تانستیم سال گذشته تنظیم بکنیم برای مردم در نقاط مختلف شهر کابل، از مواد سوختی گرفته تا مواد غذایی به تعداد زیادی را شکر خدا ما تانستیم که در سال گذشته تحت پوشش قرار بده ما به اینا کمک بکنیم. امسال هم برنامه به می هست که انشالله اگر خواست خداوند بود ما بتونیم در کنار مواد سوختی در روزهای آینده مواد غذایی هم برای هموطنان عزیز ما ترتیب و تنظیم بکنیم. اما امروز در قسمت مواد سوختی قرار است به تعداد 600 خانواده تحت حمایت قرار بگیرند. با ما همراه باشین، میریم جریان این گزارش را با هم دیگر میبینیم. بسم الله الرحمن الرحیم. همان گونه که در جریان هستید، تلویزیون تمدن و مؤسسه راه ابریشم با همکاری مؤسسه همدلی پکن امروز در اولین دوری کمک رسانی زمستانی خود برای 600 خانواده نیازمند کمک توزیع میکند و این کمک ها مخصوص مواد سوختی و یا زغال سنگ میباشد. این کمک ها هرچند برای مردم نیازمند و رنجیده ما کفایت نمی کند و نیازهایشان برطرف نمی کند، ولی ما وظیفه دینی خود می دانیم که حتی برای کوتاه مدت هم که شده باشد خانه های عزیزان را در این هوای سرد زمستانی باید گرم و ملایم نگه داریم. ما به عنوان یک هموطن از تمام هموطنان خیر خود می خواهیم که در این شرایط سخت و در این هوای سرد زمستان دست خانواده های نیازمند را بگیرند و هرچی سریعتر با متوانی که دارند به کمک عزیزان بشتابند تا اینکه حداقل کمک را برای خانواده های نیازمند داشته باشند انشاءالله. Sani.
در خدمت جناب استاد حمید غلامی از همکاران ما از مؤسسه راه ابریشم که در پروسه خیریه از مسئولین هستند، می‌خوایم صحبتی کوتاهی داشته باشیم. آقای غلامی، یک مقدار توضیحات بدین بر ما که امروز چه تعداد خانواده هر بسته چقدر وزن داره و توضیحاتی خودتان نیاز می‌بینین داده شود. در خدمتتون هستم. بسم الله الرحمن الرحیم. امیدوار هستم که همه هموطنان ما در سردمای زمستان روزگار خوبی داشته باشند و آرزوی خوشی برای همه‌شان می‌کنیم. در ابتدا امروز خوشبختانه ما به همکاری نهاد همدلی پیکن، یک بنیاد خیریه است، تانستیم که به تعداد 600 فامیل مستضعف را در شهر کابل در از چهار زون شهر کابل سروی کنیم، نامایشان را لیست بگیریم و همچنان به همکاری تلویزیون تمدن ما امروز برنامه خود را در سه زون، غرب کابل در چهارراهی شهدا، در جنوب کابل در دارلامان و قلعه بادرخان و عین شکل در سرک نو کارت نو ما به تعداد 600 فامیل را امروز سنگ زغال برشان توزیع میکنیم که به تعداد برای هر خانواده در حدود 150 کیلو سنگ زغال توزیع میشه که امیدوار هستیم که این برگ سبز تحفه درویش بتونن که حداقل چند روزی از سرمای زمستان برای خانواده های مستضعف گرم بسازن. انشالله. آیا هموطنان ما امیدوار باشن به کمک های بعدی؟ البته ما کوشش میکنیم که بتونیم که از طریق دونرهای خارجی و همچنان از طریق بنیاد خیریه همدلی پکن کمک های بیشتری برای مردم مستضعف کابل تهیه کنیم، چرا که واقعا اوضاع فعلی کشور به قسمی است که اگر دونرهای خارجی و بنیادهای بین المللی نباشه مطمئنا مردم افغانستان روزگار سختتر را سپری میکنن. ما کوشش ما بمی است که بتانیم که در قسمت مواد غذایی همچنان و اگر در آینده نزدیک شد باز دوباره مواد سوختی برایشان توزیع کنیم. ان شاء الله. تشکر از شما. موفق باشید. دوستان عزیز بیننده، میریم چند تصویر دنبال میکنیم از جریان توزیع مواد سوختی. همطور که آقای غلامی اشاره کردن، متاسفانه شهروندای ما در اوضاع بد اقتصادی به سر میبردن. جا داره که همینجا باز دوباره یک ابلاغی بکنیم به کسانی که دستشون به جیبشان میرسن، هموطنان عزیزی که میتونن کمک بکنن به شهروندان کابل و سایر ولایات. همین روزش است که شما دست به دست هم بتین و دل یک هموطنتان را خوش بسازین با اندکی کمک، حالا مواد سوخت باشه، مواد غذایی باشه، البسه باشه، از هر طریقی که میتونین کوشش کنین در این شب و روز سخت بتونین که دست یک هموطنتان را بگیرین. با ما همراه باشین. آردیم از طرف بس خوبش نمیمونه. خب دوستای عزیز، آمدیم به یکی دیگر از سایت هایی که امروز قرار است اینجا با مردم زغال توزیع میشه. همونطور که در جریان هستین با ما تشریف بیارین. مردم تشریف آوردن، بسای زغال تنظیم شده و قرار است که تا لحظات دیگر اینجا به مردم زغال توزیع بشه و فکر میکنم در حدود 190 الی 200 خانواده قرار است که امروز در این سایت بهشان کمک سوخت توزیع شوه. ما هم تعقیب میکنیم و میبینیم با مسئولین و همکارای ما که در اینجا هستند صحبت هایی رو با اونها میداشته باشیم تا جزئیات دقیق تر از اونها بگیریم که به چه تعداد خانواده در این سایت قرار است امروز بهشان زغال توزیع بشه. با ما همراه باشین. محمد سروری عبدالجلیل.
بسم الله الرحمن الرحیم. برای فعلا امروز که هستن در حدود 192 خانواده اینجا زغال برایشان توزیع میشه و این خانواده از خانواده های بسیار فقیر هستن از سطح شهر کابل که از جاهای مختلف شهر کابل آمده. البته کسایی که در سمتای ناحیه 3 و ناحیه 7 موقعیت داره از اینجا آمده و این توزیع که هسته در چند مرحله هست که امروز توزیع زغال میشه و احتمال داره که تا چند روز دیگه روزای شنبه، یک شنبه، دو شنبه ادامه داشته باشد تا اینکه به تعداد 600 خانواده بیشتر احتمال داره که توزیع زغال شود. چقدر نیاز مردم مرفون میتونه بسازن؟ گرچن برای هر خانواده 3 بوج زغال است، 3 بوج زغال نسبت به پارسال کمتر است، اما باز به خاطر از اینکه شدت گرفتاری مردم خیلی زیاده در این وقتا ما میبینیم تعداد زیادی از خانواده هست که با ما زنگ میزنه، تماس میگیره و همچنین خود ما میبینیم که سوخت اصلا نداره در خانه خود. برای خانواده هایی که من صحبت کنم واقعا امی سه بوج زغال که داده شده بسیار بسیار خوشحال بود، میگفت که یعنی یک هدیه بسیار بزرگ در این زمان که برای از ما داده میشه و خانه ما حداقل مدتی خیلی وقتی که گرم میشه، اطفال ما گرم میشه. بسم الله الرحمن الرحیم. ویدالله حلیمی هستم، معاون مؤسسه تحقیقات رای ابریشم و همچنین هماهنگ کننده کمک های مردم چین به افغانستان. ما از وقت از سال قبل، از وقتی که تحولات در افغانستان آمد، اونا مردم خودشان احساس کردند که باید در قبال مردم افغانستان یعنی مسئولیت دارن، کمک کنن، دست مردم بگیرن. ما از سال قبل کمک های ما شروع شد، در بخش مواد غذایی بود، در بخش صحت بود و همچنین در بخش مواد سوخت. که امسال در زمستان امسال خوشبختانه شاهد ازی هستیم که ما فعلا در سایت طرف دارلمان هستیم که ما در این سایت در تعداد 178 نفر امروز مواد سوخت توزیع میکنیم. خب دوستای عزیز، در ادامه کمک هایی که ما شاهد بودیم، توزیع سوخت زمستان بود، زغال سنگ به تعداد 600 خانواده توزیع شد. امروز هم قسمی که شما می‌بینیم در اینجا قرار است که برای تعداد زیادی از شهروندان شهر کابل مواد غذایی توزیع بشه، از قبیل آرد، روغن، برنج، لوبیا، برنج و مواد اولیه ضروری خوراکی در خانه‌های ما و شما. فعلا همطور که در جریان هستین دارن فعالیت میکنن و این بسارا آماده میکنن تا لحظات دیگر، تا دقایق دیگر قرار است مردمی که منتظر هستن و این کمک ها قرار است بهشان برسه وارد میشن و به ترتیب انشالله منظم این کمک های خودشان را دریافت میکنن. تا اون مردم تشریف میارن ما کوشش میکنیم که با مسئولین یک صحبتی داشته باشیم و معلومات دقیقی بگیریم که به چه تعداد خانواده قرار است امروز مواد خوراکی بهشان توزیع بشه. با ما همراه باشین، در ادامه جزئیات بیشتری را همراه شما عزیزان شریک میسازیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. همان گونه که شما در جریان هستید، کمک های تلویزیون تمدن و مؤسسه تحقیقاتی راه ابریشم با همکاری مؤسسه همدلی پکن در کمک های زمستانی خود خانواده های زیادی را تحت پوشش قرار دادند که از جمله در حدود 300 خانواده را ما در بامیان تحت پوشش قرار دادیم که در اونجا 100 خانه مواد غذایی گرفتن و 200 خانه دیگه مواد سوختی برایشان داده شدند. همچنان در شهر غزنی ما 300 خانواده را تحت پوشش قرار دادیم که در اونجا هم 200 خانواده را زغال سنگ توزیع کردیم و 100 خانه دیگر هم بسته های مواد غذایی برایشان دادیم. دیروز هم که شما شاهد بودین که برای 600 خانواده نیازمند در شهر کابل در 3 سایت زغال سنگ توزیع شد. خوشبختانه امروز نیز در اینجا ما برای 300 خانواده فقیر بسته های مواد غذایی تهیه کردیم که انشالله به عزیزانمان داده می شود و که استفاده کنند. خب مسلماً این کمک ها ظاهراً خیلی برای مردم کفایت نمی کنند بخاطر که مشکلات مردم زیاد است و کمک ها بسیار ناچیز، ولی خب ما من باب وظیفه دینی خود تلاش کردیم که حداقل کمک به این مردم برسانیم و در اینجا ما مسئولیت دینی داریم، همه نه تنها ما، همه مسلمانان، همه ملت افغانستان، تک تک مردم ما وظیفه دارند که بنا به مو سفارشات دینیشان عمل نمایند و هر کدام به اندازه توان خود دست یک فقیر و نیازمند را بگیرند. کمک کردن و انفاق کردن به فقرا خیلی اهمیت دارد، همان گونه که شما میدانید قرآن کریم در این مورد سفارش دارد و میفرماید که میگه اگر کسی در راه خدا چیز را انفاق میکند، خداوند متعال در برابر او کمکش 700 برابر به او عوض میده، بلکه اگر بخواید بیشتر از 700 برابر هم به او پس میده. پس موضوع خیلی مهم است، کمک کردن یعنی به فقرا کمک کردن به خدا. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم سفارش میکنه که وقتی به فقیر کمک میکنین، تلاش کنید که دستتان در زیر دست فقیر باشد، یعنی دست خود را بالای دست فقیر نگیرید، چون دست فقیر دست خدا است. بنابراین تلاش کنید که دستتان در زیر دست فقیر باشد و محترمانه او چیزی که به فقیر میدین بگیره تا با آبرویشان بر نخوره. سفارش های زیادی داریم ما از بزرگان دینی خود، از پیامبر اکرم، از ائمه معصومین، از بزرگان دینی سفارشات زیادی هسته که ما فکر میکنیم که همین قدر که گفتم کفایت میکنه. تمنای سید علم، سید اسلام. Thank you.
این برنامه های زمستانی امسال یا پروژه های زمستانی امسال شامل دو بخش میشد، یک مواد سوخت میشد و یک مواد غذایی. که شما دیروز شاهد توزیع مواد سوخت بودین که ما در 3 سایت کابل مواد سوخت توزیع کردیم و بخیر تمام شد و امروز شما شاهد توزیع مواد غذایی هستین که در این قسمت از برنامه ما در مواد غذایی 300 فامیل زیر پوشش گرفتیم که امروز برشان توزیع میشه مواد غذایی. و مواد غذایی هم بسیار یک پکیج خوب است، شامل آرد است، برنج است، روغن هست، مکرونی هست، شکر هست و همچنان لوبیا 6 قلم. در پروسه از این کمک و همچنان در قسمت جمع آوریش گفته میتونم که در عموم مردم چین در این سهم شدن یا سهم گرفتن که ما خصوصا بسیار یک تشکر خاص میکنم از مردم چین. واقعا یک مردم دلسوز هستند وقتی که دیدن که افغانستان رقم شرایط آمدن، حتی طفلای خودشان حاضر شدن که پیسه یک وقت غذایشان را مثلا ذخیره کنن و جمع‌آوری کنن و در این کمک اختصاص بیتن و یا هم توسط یک کمپاینی به نام یک کاسه غذا یا نه هر چینایی در چین که هست یک بنیاد خیریه به نام بنیاد خیریه همدلی بیجینگ، اونا یک کمپاینی را راه اندازی کردن به نام یک کاسه غذا که هر نفر یک وعده غذایش پولش ذخیره میکنه و انداز میکنه در این پول که بیاید به مردم افغانستان کمک شود. پارسال هم داشتیم و همچنین که است به همکاری تلویزیونی تمدن صورت میگیره، از قسمت سروی گرفته شناسایی فقرات تا اینکه مثلا توزیع میشده تمامش با ما تلویزیون تمدن همکار بوده. چیز از بغیر سخنگوی است آمر چیز است.